بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز جمعه است، 23 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی و برابر است با 2 مهر ماه 1395. حتما بچه ها در ایران دیروز مدرسه رفتن یا گفتن بابا ولش کن دیگه، برای یه روز صرف نمیکنه، میذاریم شنبه بریم. در صورت امروز جمعه در ایران تعطیل هست و منتظر بودم که اپوزیسیون، خانم رجوی، آقای رضا پهلوی، دیگران پیام های اولین روز مدرسه یا اولین روز تحصیلی رو بفرستن، مثل که دیگه اینا امسال خودشون دوزاریشون افتاده که اصلا کسی به اینها به اصطلاح محل نمیذاره و این کار رو نکردم. من که ندیدم، شما اگر جایی دیدید برای ما لینکش رو ارسال کنید تا به اصطلاح برای دوستان هم بخونیم و نشون بدیم. خب گفتم که امروز جمعه است، گفتم که 2 مهر هست و 23 سپتامبر، و اما دیروز هم آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران، هم آقای نتانیاهو در United Nations سازمان ملل صحبت کردند و 17 دقیقه صحبت های آقای حسن روحانی رو یکی از دوستان $30 ارسال کرده که در ویکند نشون بدیم، یعنی شنبه، یک شنبه. ما هم بیشتر به قول معروف تو ایران میگفتن میچربونتش، یعنی کم فروشی نمیکنه. بعضی هم گفتن دستش خشکه، یعنی کم فروشی میکنه. ما هم 2 روز اضافه تر نشون میدیم، امروز بعد از برنامه خودم و فردا و پس فردا تا دوشنبه هم این ویدیو در پلیلیست یا در ویدیوهای موجود میمونه و به ترتیب پخش میشه. و اما فردا آقای اندی، این هنرمند خوبمون، در نیویورک خواهند بود. اگر در منطقه نیویورک هستید یا اون اطراف، حتما برید و لذت ببرید. و اندی برنامه‌هاش خیلی شاد و خوب و سرگرم کننده است و خیلی هم خودش انسان شریفی است. به قول آمریکایی‌ها میگن down to earth، خیلی خاکیه. و اما فردا در شهر واشنگتن، همین نزدیکی، خبرهایی هست. سازمان نیاک، National Iranian American Council، شورای ملی ایرانی آمریکایی‌ها، 3 روز برنامه داره، سمینار داره، کنفرانس داره. اسم این رو گذاشتن لیدرشپ و هر ساله این برنامه ها اجرا میشه. من متاسفانه چون شنبه ها روزایی که کارهای ویدیویی خودم هست و اینها، هر وقتم خواستم برم 3 روزش نتونستم، به زور از اینجا بزن و از اونجا در برو و اینها، زود خودت رو برسون اونجا، 1 یا 2 روز میرم. احتمالا فردا اونجا هستم و آگهیش رو ماهاست که روی تلویزیون مردم و صفحه مردم ریپورت گذاشتیم، روی تلویزیون مردم هم پخش میشه و میتونید با وبسایت خودشون هم تماس بگیرید. امروز در طی برنامه هم من باز آگهیشون رو بهتون نشون میدم که دیگه هیچ عذری موجه نباشه. اگه این سازمان رو دوست دارید برید حمایت کنید، اگرم دوست ندارید برید اونجا ازشون انتقاد کنید، نظراتتون رو بگید. یک ویدیویی دیدم که آقای checking with Facebook works fine، ممنونم سعید عزیز. خب آقای کاردان وقتی برنامه سیاسی میذاره، من یاد این آقای محسن نادری نژاد میفتم. ضمناً دوشنبه با آقای محسن نادری نژاد کلکل خواهیم کرد که میگه که تلویزیونای ایرانی، طرف برایش مهم نیست که رشته خبرنگاری خونده باشه، نمیدونم روزنامه نگاری خونده باشه، تو کار اقتصادی وارد باشه، تو کار سیاسی وارد باشه، تو کار مهندسی و فناوری وارد باشه، از همه چیز نظر میده. و جالبه، آقای کاردان دعوت کرده بود از آقای حسن داعی الاسلام و درباره صحبت‌های یا دیدارهایی که حسن روحانی داشته. گویا حسن روحانی 2 روز یا 3 روز بیشتر اینجا نمونده. بعد حالا ببینید، این مجاهدین وقتی که مغزت فریز میشه اینجوریه:
اگه این زیاد بمونه میگن وایساده التماس کنه، اگه کم بمونه می کسی محلش نگذاشت مجبور شد زود بره. آقای حسن دایی اینا اون موقعی که میمدن تبلیغات سی ان ان و مصاحبه و فلان اینها دنبال یه هدفی بودن، به هدفشون رسیدن. شما اگه جرأت داری برو با یک کسی مصاحبه کن که بهت به به چه چه مثل آقای کاردان راجع به لنگ و پاچه یه نمیدونم نخست وزیر انگلستان که چرا جوراب نپوشیده بوده صحبت نکنه، برو با سوربی صحبت کن تا سوربی بگه آقا شما که مجاهد هستی ولی میگی من مجاهد نیستم، توی این چند سال این همه پول خرج کردی، نیاک رو بردی دادگاه که میگی پولا رو مجانی، وکیلای آمریکا مجانی کار میکنن، این معروفه، میگن تو آمریکا وکیلا حرف مفت میزنن ولی مفت حرف نمیزنن، یعنی الکی چیزای غلط و غلوط میگن ولی بدون پول حرف نمیزنن. در هر صورت نشستن یه برنامه های گذاشتن. آقای کاردان تو رو به خدا، آقا تو را به اون همشهری بودنه، برو همون دنبال فیلم های مراد برقی و نمیدونم چی بود، فیلم های نمیدونم این چیزای دیگه که افرادی رو مثل مری آپیکوس، آقای پرویز صیاد و اینها پول بود و میخوردین و میبردین و عشق میکردین و اینها، یک کمی آقا حیا کنید، واقعا حیا کنید. من خودم روز دوشنبه میخوام با آقای محسن نادری نژاد بگم آقا اونجوری که شما میگید درست نیست که کسی که میخواد تو تلویزیون حرف بزنه باید رفته باشه 4 سال نمیدونم کلاس این، 2 سال کلاس اون، خیلی ها رفتن بعد نمیتونن 2 کلمه حرف بزنن. ولی الان نگاه کنید سوشال میدیای جدید، دختره از هندوستان آمده همش شوخی میکنه و میخنده و به دوستاش میگه که من بلد نیستم حساب بانکیمو نگه دارم، همیشه بدهکار میشم، اینها میلیون ها نفر بازدید کننده داره. اصلا اون چیزایی که شما به عنوان یه فریم، به عنوان یک چارچوب برای خود در نظر گرفتی، اونها مال 1960 بوده که شما آمدی اینجا 1916، 16 سال الان، 40 سالم اونجا، 56 سال قبله، گذشت، تموم شد. الان امروز شما نگاه کن آفتابه قرن 20 من بهت نشون میدم ببین چه شکلی شده، و قرن 21 ببخشید، و آفتابهای خونه خودمونم یادمونه، بچه بودیم این آفتابها مسی و سنگین بود، وقتی بلندش میکردیم خودمون نزدیک بود با سر بریم توی اون سوراخ، ولی بعدش کردنش پلاستیک، حالا دیگه دیدن آقا این پلاستیک هم کثیفه، هی برو آب کن بیا لوله است، شلنگ گذاشتن بعد این آقا اونم کثیفه، نفر قبلی با کدوم دستش گرفته، الان دیگه بدون هیچ چیزی دست بزنی قشنگ تمیز میکنه داخل و خارج و واکسش هم میزنه پودرم میزنه. چی بگم برات؟ خب ببینیم این کبرا، خیلی ممنون دوستان یکی یکی در فیسبوک ما رو پیدا کردن و اگر لطف کنن روی فیسبوک خودشون با دیگران هم شیر کنن، همون جوری که الان من اینجا بهتون نشون میدم که شما نگید ما میخواستیم ولی بلد نبودیم. میدونی آقای سوربی دلمون میخواست شیر کنیم ما ولی بلد نبودیم. ما این عذر و بهانه رو از شماها به اصطلاح میگیریم که دیگه عذر و بهانه نداشته باشید. نگاه کنید الان به صفحه کامرای 2، این برنامه الان هست که این فیسبوک هم مورد شورش ببرن، دست میزنی بهش قیافش میخواد عوض بشه، رد میشی از یه جایی 4 تا چیو نشونت میده، وقتی شما میای اینجا برنامه زنده رو میبینی و از وقتا نشون میده 4 نفر 5 نفر ولی من نمیدونم، اینجا نشون میده 80 تا آدم اومدن دیدن. این پایین نوشته شیر، یعنی در میان گذاشتن، تقسیم کردن با دیگران، سهیم شدن. اینجا من مال خودم رو یا میتونم مثلا مال دوستان رو حتی بنویسم، ولی ما کار مردم نداریم، به زور جایی نمیریم، بنویسم سوربی با مردم، یه لایو کوچولو هم میذاریم، یعنی سوربی هنوز زنده است و اگر بعضیا خوشحالن از زنده بودنش بیشتر خوش باشن، اگر بعضیا از زنده بودن سوربی ناراحتن خب اینقدر ناراحت باشن تا دق کنن. و اما سخنرانی حسن روحانی رو بعد از برنامه خودم براتون پخش میکنم. کل صحبتاش انتقاد از عربستان بود، تحریم های آمریکا صحبت کرد و گفت از دفاع از برجام و گفت که تحریم های آمریکا ظالمانه بوده. ببین آقای روحانی، ما همه میدونیم که سیاست مدارا آدم های دروغگوی هستن،
شماها آمدید گفتید که ما میخوایم سیاست اسلامی بذاریم پایه و اساسش که دروغ نگیم. آقا خجالت بکش آقای روحانی، مگه شما همین تحریم ها رو نگفتید نعمته؟ مگه جنگ رو نگفتید نعمته؟ مگه نگفتید این تحریم ها ما رو خودکفا کرده؟ حالا که مجبوریم بلنشیم بریم کوبا و این بر اون بر به قول آقای حسن دایی گدایی کنید. طرف رفته نفت بفروشه میگه رفته گدایی کنه. البته من واضح نمیفهمم، اینم آقای حسن روحانی هم شده شاه، آقا مگه تو وزیر نداری؟ وزیر نفتت رو بفرست. هر کدومشون برای که خودشون برن تفریح بلند میشن، زن و بچه رو برمیدارن هی این بر اون بر، بعدم میگن ما رفتیم نمیدونم این کار کردیم اون کار کردیم. در صورت آقای حسن روحانی خجالت آوره. شما قولهایی دادید، قرار بود کلیدی داشته باشید برای قفلها، قفلها پیشکشه، یه دونه قفل شما باز نکردید، این کلیده، کلید شکسته قلابی دروغی پلاستیکی بوده. اینم از آقای روحانی. و اما در یک قسمتی از برنامه میریم نگاهی میندازیم به روزنامه‌های ایرانی. امیدوارم تا نیم ساعت دیگه روزنامه‌های ایرانی شنبه از خواب بیدار شده باشن و بیان، چون جمعه ها وقتی من برنامه دارم جمعه تعطیله و متاسفانه برعکس کشورهای دنیا که وقتی تعطیلن روزنامه میخونن، ایران وقتی تعطیلن روزنامه نگاره شب راه میفته میره نمیدونم شمال، اصلا خبری نیست تا شنبه نمیدونم. اینم از و اما در ایالت کارولینای شمالی در state of emergency و curfew، state of emergency میتونیم بگیم حکومت نظامی و به این دلیل که این پلیس ها هرچی هم بهشون درس میدن یه عده زیادیشون، نه همشون، عقده‌ای هستن، از بچگی دلشون میخواسته پلیس بشن به دیگران اذیت کنن نه به دیگران خدمت کنن. اینا همینجوری تو روحشون تو وجودشون هست. امروز اتفاقا برای سعید و بابک و یکی دو تا از دوستان فرستادم اگه اشتباه نکنم یه ویدیوی مال پلیسا که مثلا طرف داره آقا جای پابلیک جای عمومی عکس برداری میکنه فیلم برداری میکنه که کثافت یک دامداری رو نشون بده به مردم که آقا این که گوشتاش هم تازه گرون میده نگاه کنید ببینید حیوانا رو چجوری نگه میداره. بعد نه که اون دامدار پلیسای محل رو پول میده رشوه میده تو انتخابات بهشون کمک میکنه، زنگ میزنه اونا یکی پس از دیگری میان. اصلا این 7 نفر این 8 نفری که میان به نظر من به وسیله این ویدیو دولت فدرال یا دولت ایالتی باید اینا رو یقشون بگیره آقا شما 7 تا 8 تا پلیس بلند شدین رفتین یا اولو کوپال بستین به خودشون. از همش هم خنده‌دارتر یه زنی بود که تو تابستون تو آگست کالیفرنیا لباس سرتاپا پوشیده بود، همه آلات و ادوات هم رو خودش گذاشته بود که حالا انگار رفته تو جنگ عراق، که یه آقای 30 و چند ساله داره فیلم برداری میکنه. مرده خیلی حق حقوق قانونیش رو میدونه، به قانون آمریکا وارده. در صورت برید ببینید چه خبره. آخرینش یه پلیس سیاپوست زده یک آقای سیاپوستی رو کشته و میگن بابا جون مگه شما این دوربینا و این دوربین رو ماشین پلیس و اینا رو با پول مردم نخریدید که اینها جزء پابلیک ریکورد باشه، اینا به مردم خدمت کنه، چرا فیلم ها رو پس منتشر نمی کنید؟ بعد میگن نه توی کارولینای شمالی قانون این نیست که اینها مال، در هر صورت فکر نمی کنم زورشون برسه، 2 شب اونجا می زدن و مغازه ها رو شکندن و بردن و اینها. دیروز اینجا یه چیزی دارن بهش میگن نشنال گارد. نشنال گارد اتفاقا چیزیه که اگر شاه بلد بود یه همچین چیزی رو راه انداخته بود و اینها، ممکن بود میتونست حکومتش رو نگه داره، ولی از بس اطرافیانش بهش دروغ گفتن، هی گفتن خدایگان سایه خدا همه مردم تو رو دوست دارن، اون یه دوتایی هم که دوست ندارن نمیدونم کمونیستن، ما میگیریم میندازیمشون زندان و پدرشون در میاریم. این بیچاره نه نیروی ضد شورش راه انداخته بود برای خودش نه نشنال گارد داشت. و اگه اشتباه نکنم 70% ارتشش هم از افرادی مثل من و شما بود که یا دیپلم یا فوق دیپلم یا لیسانس یا دکترا گرفته بودن. اینا به زور، اون میگفت خدمت وظیفه انجام وظیفه، ولی اون طرفی که میرفت اونجا
احساس وظیفه نمی کرد، چون بابتش پولی دریافت نمی کرد. حالا اگه بگی خدمت، بله اگه خدمت هست که خدمت که نباید اجباری باشه، باید بگن هر کی میخواد بیاد 2 سال خدمت کنه سربازی، که بعضی هم اتفاقا میگفتن خدمت سربازی، هم خدمت سربازی هم اون وظیفه دوتاش غلط بود. وظیفه باید در برابر یه حقوقی که به شخص میدادن که این حقوقش طرف قبول نکرده بود. بابا سرباز قبول کرده 13,010 شایی بگیری در ماه، اون وقت پول بلیط تیبیتی چیه؟ لوانتور، میهنتور، نمیدونم هر چیزی که ارزون تر بود از پادگانش، اگه میخواست بره شهرش، میخواست بره دهش، چند میشد اون موقع؟ غلط بود دیگه، غلط بود که به این روز افتاد. در اصل توی کارولینای شمالی نشنال گارد رو آوردن، حدود 300 خورده نفر آوردن کمک پلیس، و دیشب تا اونجایی که من بیدار بودم و دنبال میکردم و اینها، اتفاقی نیفتاد. از طرفی اینها فوری میان صحبت میکنن از مسئولین جامعه. ببینید شما حتما نباید شغلی داشته باشی تا مسئول باشی. خیلی ها از جای اجتماعی میان، همین کلمه خدمت از اینجا شروع میشه. آقای محسن نادری نژاد به عنوان خدمت میان برای جامعه خودشون خدمت میکنن داوطلبانه، اون وقت مسئولین شهر، مسئولین پلیس و اینها میرن از اینها خواهش میکنن که آقا چون شما در بین مردم اعتبار و اعتمادی داری، بیا لطفاً به اینها بگو از حق قانونیتون استفاده کنی، تظاهرات داشته باشی، ولی کریمینال یا کرایم کارایی نکنید که شما به عنوان بزهکار و نمیدونم جنایتکار معرفی بشید. حالا من نمیدونم این کلمه جنایت و جنه و بزه و اینا کجاست، چون خود اینا هم خیلی چی دارن، یکیش فنلیه، یکیش نمیدونم مستمینه، یه چیزایی هست که من اصلا وارد نیستم، قرارم نیست من وارد باشم، وکلا باید وارد باشن، اونها باید بیان بگن که امیدواریم این کار رو انجام بدن. و اما این هم از این. 2 تا تلفن من دیروز داشتم خیلی جالب بود. یکی درباره این دیده یا همین آفتابه قرن 21 که ما میفروشیم، یکی از اینایی که ادعا میکنه دوست منه ولی چون مخالف منه نمیتونه دشمنیش رو به اصطلاح تو خودش نگه داره، چندین سالم هست به من زنگ میزنه، تماس میگیره، صحبت میکنه، خیلی هم سعی میکنه درود ورود و درود خروج و اینا صحبت کنه، ولی معلومه که پشت این ذاتش، اون ذات شاه اللهیش به اصطلاح نمیذاره این آدم خوبی باشه. و اما دیروز به من گفت آقای سلبی حالا دیگه کارت به آفتاب فروشی افتاده؟ گفتم ببین شما وقتی به یکی میگی کارت به آفتاب فروشی افتاده، یعنی قبلا مثلا ماشین بنتلی میفروخته، حالا اومده آفتاب فروشی میکنه، من افتخار میکنم که آفتابه بفروشم، ولی این بلنگو، این سکوی ارتباطی رو باز نگه دارم و کجاش اشکال داره؟ شما آفتابه استفاده میکنید؟ اگه آفتابه استفاده میکنید پس آفتاب فروشی هم باید باشه، اگه استفاده نمیکنید که به شما ربطی نداره. این یکی بود. یکی دیگرش دوستی تماس گرفت، اتفاقا دیدم خانم دکتر جیلانی و اینها هم نوشته بودن. من توی برنامه گذشته درباره پیراهن صحبت کردم که این پیرهن عثمان درسته، پیرهن یوسف درسته و اینها، بعضی ها نوشتن پیرهن عثمان درسته، چون وقتی که گویا عثمان کشته میشه و اینها، این دعوای حکومت حضرت علی و معاویه و اینها همینجوری کش داشته، گویا باید میرفتن پیراهنش میابردن نشون میدادن که کشته شده، بماند، کاری به اون داستان نداریم. این یه قسمت. دوستانی هم تماس گرفتن گفتن که پیرهن یوسف درسته، چون وقتی برادرانش این رو در چاه میندازن برای که به پدرش بگن گرگ پارش کرده، گویا همچین چیزی درسته، گویا پیرهنش رو آغشته به خون میکنن و میارن میدن به پدرش که پدرش هم از بس گریه میکنه کور میشه و اینها بماند. پس هم پیرهن عثمان درسته در فارسی، وقتی یه کسی میخواد دلیلی بهانه بیاره که سر اون حالا یا یه کسی رو قانع کنه یا سر اون پدر طرف رو در بیاره، هم پیراهن یوسف. ولی چقدر جالبه که این پیراهن و اینها توی ادبیات فارسی خیلی جاها تکرار شده. من یکیش این بود که چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. اگه اشتباه نکنم شعرش هم از قاآنی هست
که همشهری بنده است، درسته؟ بذارید اینو براتون اگر بتونم پیدا کنم، ولی شعر طولانی و درازی است و قصیده شماره 250 در منقبت حجبر صالب علی ابن ابی طالب علیه السلام گوید. نمیدونم والا این همه تعریف، ببینید این رو از وبسایتی به نام گنجور من دارم به شما نشون میدم و این روزا واقعا این دنیای گوگل و اینترنت ما رو چجوری تنبل کرده، از طرفی هم چجوری دسترسی به همه چی داریم. ببینید این بالا قشنگ نوشته که چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. آنچنان وارسته شو که از بعد مرگ مردت را آر آید از کفن. شعر خیلی طولانی، من میگم سعی میکنم شعرها رو نخونم، اگر یک کسی بلد باشه بخونه شعرهای حافظ، این کار کردن خیلی قشنگه، وقتی میخونید پایینش نوشته اگه میخواین اینجا کلیک کنید تا روی این به اصطلاح تا این شعر رو حالا یک کسی که وارده با صدای فلانی بشنوید. و این شعر چون برای اولین باری که من همشو داشتم نگاه میکردم دیدم خیلی هم طولانی هست، بذارید یه بار دیگه بهتون نشون بدم، فکر کردم که نخونم بهتره. اگه شما خواستید بگید براتون لینکش رو بفرستم، یا خودتون تایپ کنید قصیده شماره 250. ببینید حالا نمیدونم این در منقبت حجب صالب علی ابن ابی طالب علیه السلام گوید، چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. و اما تلفنی که گفتم دومیش این بود، اولیش که خب حالا فکر کرده بود که من به هم زنگ بزنه بگه آقا چرا آفتابه میفروشی، منم عصبانی میشم و اینا، من بهش گفتم من افتخار میکنم به جای اینکه مثل دیگران دروغ بگم، مثل آقای وطنخواه بیام بگم خانم نمیدونم دخی رفته روی خونم لین گذاشته، بعد یه وکیلی زنگ بزنه بگه آقا چیزای شخصی و سیبیل که رو خونت نمیتونه لین بذاره، رو خونت کسی میتونه لین بذاره، یکی بانکی که بهت مالی چیز داده، وام داده، یکی یه نفر بیاد کار کنه برای خونه شما، آشپزخونه تو درست کنه، حمام تو درست کنه، سقف تو درست کنه، شما پولشو ندی اون میره، اسمش هم میگن با وجودی که برای خونه است ولی میگن مکانیکال لون، میذاره روشو، بعد میری دادگاه و دادگاه میگه چرا پول این نمیدی، مثلا یا حق با شما چه حق با اون. ولی خانم دخی عبدی و آقای آریان وطنخواه کاری به خونهش نداشته، مگر اینکه خانم چیز ریمادلینگ میکنه، خانم دخی عبدی ما خبر نداریم، البته با شکل و هیبت و قیافه ایشون فکر کنم به جای ریمادلینگ ایشون ریدمالی میکنه، همینجوری که ریدمالی کرده به تلویزیون ایرانیان چیچی شاهلای ایرانی آریایی، ایرانیان آریایی همچنین. در هر صورت من افتخار میکنم، ولی یه دوستی که زنگ زد راجع به این پیراهن یوسف تعریف کرد و اینها، بعد گفت شما بارها گفتید که ما توی ایرانی چرا این همه شعر داریم، چرا این همه ضرب المثل داریم و اینها. گفت اگر یه چیزی بهت بگم باورت میشه؟ گفتم نه. گفت برای که ما ایرانی ها نمیتونیم با هم صحبت کنیم، نمیتونیم مستقیم حرفمون رو بزنیم، سعی میکنیم یا میکردن از همون قدیم از این ضرب المثل ها، از این شعر ها، از طعنه زدن، آمریکایی هم دارن سرکازم یه چیزی اینجوری صحبت میکنه، به طعنه گفتن یه چیزی رو به طرف منظورمون رو میرسونیم. میگه ما با وجودی که ادعا میکنیم ادبیات و فرهنگ فارسیمون خیلی قوی هست، حقیقتا خیلی ضعیف هستیم، چون تا میخوایم دوتا جمله رو بگیم مجبوریم از یکی دیگه، از یه نفر دیگه کمک بخوایم و خودمون نمیتونیم توی فرهنگ لغاتمون اون لغت لازم رو پیدا کنیم تا منظورمون رو ادا کنیم. بذارید من ببینم این رو ضبط کردم یا اون وقت حالا دارم برای هوا صحبت میکنم. بله این اجازه بدید، نه خیلی ضبطم شده، یعنی بله ضبطم شده، خیلی هم خوب. خب کارولاین های شماره رو گفتم، بیده سرویس بهداشتی 5 تا یا 6 تا فکر کنم هنوز هست، اگر یکیشو بخواین $75 پول پستش هم ما میدیم از اینجا، 2 تاشو بخواین دونه $70،
140 دلار، 3 تاشو بخواید دونه 65 دلار، 4 تاشو بخواید دونه 60 دلار، 5 تاشو بخواید دونه 55 دلار و اگر 6 تاشو بخواید دونه 50 دلار. اگه یه کسی هست که تو کار ریمودلینگ و نمیدونم ساختمون و اینها هست، حتی اینا رو میتونه بگیره به عنوان کادو به دیگران بده. من یادم به وقتی که خونه قبلیمون رو یه آقای کره‌ای آمد و بهش گفتم من موکت اصلا خوشم نمیاد، موکت گرد و غبارش و اینا آلرژی، وردار همین چوب برای ما بزن. وقتی که چوب زد بعد تموم شد، مثلا 4000 دلار 5000 دلار اون موقع 15 سال پیش پول چوب شده بود، هارد فلور خیلی تمیز و اینها، یک قالی مثلا اون موقع ممکن بود 60 دلار باشه، یک قالی قالیچه ماشینی به من کادو داد. من خندیدم بهش گفتم من میخوام از دست موکت راحت بشم، تو به هم قالی ماشینی میدی؟ خندید گفت نه، چون حالا گفت من میدونم که همه ایرانی ها قالی های خوب دارن، ولی چون الان منزل چوبی هست این رو من میدم که بندازی دم در، هر وقت میای پاتو میخوای تمیز کنی یادت به من میفته، و اگر یه وقت دوباره کار داشته باشی، دوستان گوش کنید، اگه یه وقت دوباره کار داشته باشی با همین که هر روز یادت میاد میای کارتو به من میدی. یعنی بعضی وقتا 50 دلار 60 دلار 100 دلار برای کسی که یه کار 2000 دلاری 3000 دلاری به شما داده، شما بهش کادو بدین، اون همیشه به یاد شماست، مخصوصا این که دیگه کجا استفاده میشه. میخوان آگهیشو ببینیم برگردیم، آگهیشو ببینیم برگردیم که دل اون کسی که دیروز زنگ زد و به من گفت آقای صوبی حالا کارت رسیده به آفتاب فروشی بیشتر بسوزه. یک بار دیگه من افتخار میکنم که آفتاب بفروشم، ولی این سکوی ارتباط، میخوام بگم سکوی آزادی، سکوی ارتباطی و این بلنگو رو بذارم در اختیار افرادی، پناهجویانی، زندانیانی که بتونن صدای مظلومیت خودشون رو به گوش دیگران برسونن. اینم از این. بذارید من این آگهی رو برای دوستان چیز هم بیارم اینجا، یادمون میره این فیسبوکی ها، ما میدونی اینجا دو تا دوربین استفاده میکنید، یکی این دوربینی که شما میبینید، یکی این دوربینی که الان انگشتمو میارم جلوش فیسبوکی ها ببینن. انگشتمو که اینقدر کلوفته که از بس چی میگن پنیر پهن کردیم، بود دو تا دوربین. پس باید برای برنامه هم دو تا چیز مختلف پخش کنید. حالا اجازه بدید من شما رو ببرم روی پلیر تو فیسبوکی ها. اینجا حاضرید؟ خب فیسبوکی ها همه بگید حاضر، تلویزیون مردم هم حاضر. این خودش شروع شد و رفت. آها نه این باید با اینجا باشه. قاطی. The new Bio Bidet BB70 Simplet from BidetKing.com is the highest quality cold water bidet attachment on the market today. With several new upgrades over the previous BB50 model, the BB70 is built for reliability and ease of use. Its durable ABS plastic body uses a simple cold water only design with a single rear wash nozzle. The BB70 now features all metal connections from the water source to the bidet. This includes a universal brass T-valve, a braided metal supply hose, a metal inlet connection beneath the unit, and an upgraded silver brass valve for superior flow control. The BB70 is installed underneath your existing toilet seat and is compatible with virtually any residential toilet except one-piece toilets with a French curve. Since it only uses cold water, installation is a breeze and usually only takes about 15 minutes. While it may look similar to other products on the market, the BB70 sets itself apart with some upgraded features. The spring-loaded wash nozzle stays retracted behind a splash guard but not in use. Once activated, water pressure pushes the nozzle out to begin cleansing. This nozzle is also removable for easy cleaning and replacement. Water spray pressure is controlled by a simple turn knob that clicks with each step. Unlike its cheaper competitors, the Bio Bidet BB70 uses a silver brass flow valve for precise control and durability.
Here, we see the BioBidet BB70 in action. Turn the control knob and water will begin spraying through the end of the nozzle. Notice how the nozzle stays out of the way, but the water stream is smartly angled up toward your rear. Turn the knob back to off and... برگشتیم دوستان. ببخشید اگر روی تلویزیون مردم ویدیو قطع شد برای چند لحظه یا چند دقیقه، دلیلش این آفتابه قرن 21 بود، چنان آب زد که تلویزیون مردم رو هم آب برد. خب ببینم که شعر رو براتون خوندم، چند خواهی پیرهن از بهرتن. حالا این منظورش اینه که یا تا چه زمانی یا چند تا پیرهن شما احتیاج داری؟ شما که یه بدن بیشتر نداری، یه دونه پیرهن، دو تا پیرهن، 100-10 تا پیرهن باید کافی باشه. ولی میبینیم که خودمونم اینجا دیگه انقدر پیرهن دورم نمیریزیم، هی میخریم، هی کادو بهمون میدن، جدید میگیریم، کهنه ها رو نمیدیم به کسی استفاده کنه، نه دور میریزیم، همینجوری نگه داشتیم. خدایا چه باید کرد نمیدونم. خب و اما کتاب ناآگاهی. من گاهی وقتی که ویدیوهای طولانی دارم باید درست کنم، اینجا بهش میگن رندر، باید بشینیم تا این ویدیو رندر کنه و رندر بشه و یعنی درست بشه و اینها، کتاب میخونه. ممنونم از دوستمون که 70-80 تا کتاب برای ما زحمت کشید فرستاد، اگر شادم بیشتر. اتفاق فکر کردم شاید با این دوستان در نیاگ تماس بگیرم صحبت کنم، به ما اجازه بدن یه میزی بذاریم اونجا، بریم اینا رو بذاریم. دوستان ایرانی که میان، فکر کنم اینایی که میان توی نیاک و اینها اقلا اهل کتاب خوندن اینها باشن، کتابا رو بفروشیم بره که یه کمکی بشه. یعنی ما هم آفتاب فروشی میکنیم، افتخار میکنیم، هم کتاب فروشی. برگردیم به این. وقت داشتم یه چند دقیقه، یکی دو ساعتی گفتم بشینم کتاب بخونم. این کتابه همینجا روی میز بود، برداشتم و دکتر مرزبان توانگر. دوستان فقط میخوام بهتون بگم که ببینید عمق فاجعه ایران، حتی اینایی که فکر میکردن چیزی بلدن تا کجاست. این کتاب سال 1369 نوشته شد یا چاپ شد. سال 1357 انقلاب شد، تا 69 میشه 12 سال. یعنی این آقایی که من توی اینترنت دنبالش گشتم نیستش، توی فیسبوک نیستش، احتمالاً مسن بوده، فوت شده، یا اگرم فوت نشده خبری ازش نیست، توی دنیای تکنولوژی خبری ازش نیست. آمده، من نمیشناسم ایشونو، دکتر مرزبان توانگر، اگه کسی میشناسه برای من توضیح بده. احیاناً اگه اون دوستمون که این کتابا رو فرستاده میشناسه لطف کنه برای من توضیح بده، من یه اشکالایی دارم توی ناآگاهی و پوسیدگی، سیری در نوشته های سید روح الله خمینی، کتاب نخست کشف اسرار. حالا ببینید بدبختی ما کجا. روشنفکرانی که سال 1357 کارنامه همشون خدمتتون هست، همشون وایسادن رفتن دنبال یک آخوندی که نمیدونستن این چی میخواد چی میگه. بعد یکی میخواست از این کمونیستی بگیره، یکی میخواست سوسیالیستی بگیره، یکی میخواست جمهوری دموکراتیک بگیره، اونم از روز اول انقلاب کرده، قشنگ نشست به تخت و هر کاری دلش خواست کرد. ولی جالب اینه بعد از 12 سال یه نفر در لندن جرأت میکنه میشینه کتاب مینویسه. نمیاد تازه کتاب بنویسه به من و شما بگه کجا به کجاست، نقل کجاست، میره کتاب خمینی رو ور میداره میذاره جلوش، از کتاب خمینی ایراد میگیره. اون وقت من و شمای بیچاره میریم پول میدیم کتاب رو میخریم. حالا اولا این کتابه جلش منو یاد کتابای دبستان انداخت، یادتونه یه جلد قهوه‌ای مثل کاغذای پاکت میوه و اینها بود. دلیلش هم این بود که اینها وقتی ریسایکل میکنن دیگه کاغذ ها سفید نیست، یا توسی میشه چون روش چاپ شده و اینها، یا قهوه‌ای رنگ میشه مثل کارتون، جنس کارتون و اینها، باکسای کارتون، کاربورد اینجا بهش میگم، این رنگی میشه کرم، چند بار دیگه ادامه بدن قهوه‌ای و این رنگ. حالا جالب اینه، من گفت اینه که میخواستم خونه کنم اینا چه کتاب چیپ یا ارزونی درست کردن، جنسش کاغذ کاهی، این کاغذ کاهی یادتونه اون آخریا دیگه پنیر و اینا که میخواستن بفروشن تو کاغذ کاهی میفروختن، برای که روزنامه ندن بهت
ببندنش دور پنیر، وقتی میرسی خونه چاپ روزنامه رو پنیر باشه، داری جوهر میخوری، تو جوهرم هر نوع سمی وجود داشت. در هر صورت این کاغذه کتابای بقالی ایرانه، آمده و کلی توضیح و تعریف و نشر نوآوران لندن، تیراژ 3000 نسخه. نگاه کنید به تعداد کتابخونه ما، 3000 نسخه. من قولتون میدم همینم دروغه، 1000 نسخه یا 500 نسخه یا 2000 تا بوده، نوشتن 3000 تا. حالا بمانه، حالا بگو 3000 تا، بگو جمعیت اون موقع هم 40 میلیون بوده، بگو از این 40 میلیون 10 میلیون 15 میلیون میتونستن کتاب بخونن، کتاب بخرن، 3000 نسخه که قولت میدم اگه این آقا مرده باشه، دق کرده از دست این خانمش، از بس بهش قور زده که این کتابات تو خونه مونده بوده، اگرم مرده باشه، اگرم زنده باشه، هر روز هنوز نشسته نگاه باقی این کتابا توی پستو یا توی انبارش میکنه و حسرت میکنه. یک کتاب مزخرف، افتضاح، نشسته از خمینی ایراد میگیره که چرا خمینی کتابی که نوشته کاغذش خوب نبوده، نمیدونم حروف بند. نگاه کنید دوستان، حالا حروف چینی خود اینها ببینید چی بوده. خیلی اومدم دنبالش گشتم که همون دیروز اگه بتونم باهاش تماس بگیرم، ولی نتونستم. حالا یه آقای توانگر دیگه پیدا کردم، نوشتم که من دنبال این آقا میگردم، مرده یا زنده، وانتد. 158 صفحه نشسته نوشته آقا که چی؟ شماها قبل از 1357 کجا بودید؟ شماها چه کتابی می نوشتید؟ چرا اون موقع نیومدید این کتاب مزخرفات خمینی رو برای مردم بازگو کنید؟ خجالت بکشید واقعا، ننگتون با که مردم رو به این روز انداختید، حالا هم تازه ازشون طلبکار شدید. اینم کتاب چی بود اسمش؟ ناآگاهی و پوسیدگی. 23 صفحهش خوندم، هرچه بیشتر خوندم عصبانیت من بیشتر شد از این آقا، آقای مرزبان، مرزبان توانگر، هم مرزبان هم توانگر. خب میگه که خانم ونزوئلایی که شوهر ایرانیش فوت کرده راجع به مردم ایران میگوید. خب این یه ویدیوی یکی از دوستان فرستاده، حالا بعدا نگاه میکنیم اگر چیز جالبی بود دوشنبه براتون پخش میکنیم. ولی یه خبری که جامعه ایرانی رو الان یه مقداری تحت شعاع خودش قرار داده، این ماجرای یک خیابون، میدون هم نیست، یک محله ایره که گفتن پرژن اسکور. دوست عزیز ما آقا سعید چند تا عکس فرستاده بود که احتمال زیاد خودش عکس‌ها رو گرفته بود، آقایون سهیلی و دیگران برداشتن لینک فرستادن، ولی من دیدم که دیروز یه ویدیویی داره روی اینترنت میچرخه که آقای بیژن خلیلی، من برای آقای بیژن خلیلی خیلی احترام قائلم، چون اولا توی جامعه ای که کتاب نمیخونن یه کسی همت کنه کتاب فروشی باز کنه و 30 چند سال دوام بیاره، این خیلی آدم موفقی هست. ولی آقای خلیلی، خانم سیمین تهرانی از تلویزیون رویال تایم، واقعا خجالت نمیکشید توی آمریکا که شما خودتون میدونید، من الان براتون میزنم این فیلم ساینفیلد، اگه کسی دیده باشه، کریمر رفت یه هایوی رو اداپت کرد. من اولا که اومد بودم آمریکا 4 تا کلمه انگلیسی یاد گرفته بودم، یه روز تو موقع که دوربین نداشتیم هی چپ و راست عکس بگیریم، یه روز یواش رفتم یه جایی چیزی که نوشته بود نوشتم، اومدم از داداشم اینا پرسیدم، گفتم این یعنی چی اداپت هایوی؟ ما شنیده بودیم بچه اداپت میکنن، نمیدونم سگ و گربه اداپت میکنن، اداپت کردن یعنی سرپرستیشو قبول میکنی، هایوی یعنی چی؟ اینا خندیدن گفتن آقا اینجا همش ماجرای پوله، شما تماس میگیری به شهرداری محله، تماس میگیری به اداره راه و ترابری ایالت و میگی که من مثلا این این خیابون رو میخوام اداپت کنم، یه شرکتی دارم اسمش مردم تیویه، اونا میگن این خیابونه اگه میخوای اداپت کنی، اگه میخوای فقط اسم تو تنها روش باشه، باید مثلا سالی 1000 دلار بدی، نمیدونم قیمتش.
ولی دوستان ببینید، من الان بهتون نشون میدم، میام همون مال کالیفرنیا رو هم نشون میدم. Adopt a highway California. تا ببینید ما چه ملت بدبختی هستیم، چه ملت عقب افتاده هستیم که رادیو تلویزیون ما، نشریه ما بلند میشن، میرن کنار جاده وای میسن، عکس میگیرن، اصلا احتمالا اونجا خطر تصادف درست کردن، گزارش که آی دنیا بیایید و ببینید و شاهد باشید که یک اسم، یک تابلو، یه نفر برای من بزنه How many highway sign داریم ما تو آمریکا؟ اصلا واقعا کلمه بی نهایت رو فکر کنم میتونیم استفاده کنیم. یه تابلوی رو زدن که آقا یه مایلی اینجا بپیچید سمت راست، برید وستبود خیارشور بخرید، پرژن اسکوئر، بیاید بگیرید ببرید. ببینید حتی یه جایی من دیروز نگاه کردم نرخش هم زده. دوستان ببینید، Adopt a highway program، یه پروگرامیه نوشته که شما چه کار میکنید. بعضی وقتا شما اگر حتی برید اونجا رو تمیز کنید، آشغالای اون خیابون رو تمیز کنید و اینها، اون خیابون رو میکنن به اسم شما. حالا اون خانم نمیدونم دریا چی یه پولی داده، اون یکی یه پولی داده، یک تابلوی رو کردن به نام ایران. اینجوری شماها برداشتید انگار که حالا ما رفتیم کره ما. تازه بابا همونم آقای نادری رو که نشون دادن، اون پسر دیگه فیروز فلان اینا که نشون دادن، بابا اینا تنها تو ناسا نیستن، هزاران نفر، میلیون نمیخوام بگم، میلیون ها نفر، هزاران نفر اونجا کار میکنن، از هندی گرفتن. اینقدر به این چیزای بی خود افتخار، چی میگن، برای خودتون افتخار کسب نکنید. افرادی که دست میزنن به هر حبابی و این حباب تا دست میزنی پاره میشه دوباره میری زیر آب، ببخشید اینو میگم، احمق. بهترین راهش اینه که شنا کردن یاد بگیری، که امروز اگر آبی بود، طوفانی بود، یه جایی سیل بود، شنا کردن یاد بگیری، ولی نه به این حبابای اوکی پیژن اسکوئر. اوکی پیژن اسکوئر، خب سو وات، به قول اینا که چی، حالا چی، حالا پیژن اسکوئر هم زدن اونجا، آقای نمیدونم فیروز نادریه یا نادر فیروزیه رفته کره ما. بابا بیچاره برید زندگیشو بخونید، تو زندگی شخصیش والا این اگر خودکشی نکنه از دست ایرانی ها به نظرم آدم مقاومیه. یک این همه آدم های چیز داریم بدبختی کشیدن به یه جایی رسیدن، حالا تا رسیدن به یه جایی اون یکی استودیوم و استودیوی تلویزیونمون کردیم به اسم آقای استودیو نادری. آخه ببخشید تلویزیون تو چه گوزی هست که استودیو چی باشه که کردی به نام این، به جز این که فقط این کاری کردی که یه بدبخت عقب افتاده ای امروز بیاد افتخار کنه و $100 برای شما بفرسته. ببینیم این دوستمون چی نوشته. رضا نوشته یک نامی، یک یاد شخصی به نام مرزبان که قبلا ارتشی بوده در پرتاک، بچه مرشد سعید سکویی بود، گمان میکنم نویسنده این که ما کتاب همان بچه مرشد سکویی باشد، هیچ بعید نیست. حالا اگر ایشون از کبر سن یا از بزرگ، یعنی از کهنسالی نمرده باشه، احتمالاً از حرفای مزخرف سعید سکویی دغدغه شده، ولی سعید سکویی فکر کنم خانمش بهش یه افسار زد، بردش کنار، گفت آقا بی برو تو همین مطب، خانمش گویا دندون پزشک بوده، فکر کنم بردش تو مطب، گفت آقا بیا همینجا بچر برای خودت، اینجوری برای ما شر درست نکن. خب برگردیم ببینیم که باز جامعه عقب افتاده ما چی داره میگه و چجور. دوشنبه دوستان ساعت 4 بعد از ظهر، مثلا یه دلیلی که من دوشنبه نمیتونم توی با نیویورک باشم اینی که هم برنامه خودم رو دارم، هم 4 بعد از ظهر با آقای محسن نادرنژاد، و این دفعه چون با آقای نادرنژاد قول دادم که بعد از سفرشون با هم صحبت کنن، دیگه اون برنامه نیویورک رو فقط فردا و پس فردا هر ساعتی که بتونم اونجا خواهم رفت، با یکی از دوستانمون که قبلا هم تو رادیو اینجا کار میکرده خواهیم بود. دوشنبه با محسن نادرنژاد اسمش رو تایپ کنید توی یوتیوب، برنامه های چرا زنین. البته ایشون میگه بعد من آمدم تلویزیون چرا زنین رو را انداختم، ایشون اصلا کانسپتش از تلویزیون هم غلطه. من فکر نمیکنم هیچ وقت ایشون تلویزیون چرا زنین داشته، همیشه برنامه چرا زنین بوده و
توی تلویزیون‌های مختلف. راجب همین موضوع هم ازش سوال می‌کنم. نگاهی به روزنامه‌های ایران، نظر شما دوستان در رابطه با صحبت‌ها یا سخنرانی آقای حسن روحانی در United Nation General Assembly سال 2016 چیست؟ اگر ندیدید امروز من برنامه خودم رو روی 1 ساعت و 47 دقیقه تموم میکنم، 43 دقیقه ببخشید، که 17 دقیقه صحبتای حسن روحانی باشه، بعد از اون صحبتای حسن ارشاد ساعت 4 بعد از ظهر نوار 98م فکر کنم از ایران درباره دوستان بهایی صحبت میکنه و همیشه هم گفته دوستان بهایی هم میتونن بیان و در برنامه های ایشون شرکت کنن و اگر انتقادی دارن انتقادشون انجام بدن. من توی این برنامه ها گفتم توی کره ما اون چیزه گم شد، توی کره مریخ ببخشید، و از اون بر گفتم که عکس یک ماری رو دیدن توی کره مریخ. میدونید که یک سری فلسفه های هست اینجا بهش میگن مثل دسیسه و اینها، مثلا میگن آقا اصلا اینا کره ما نرفتن، اینا تو این صحراهای نوادا یه فیلمی گرفتن و با دوربین و اینها. الان هم میگن کره مریخ هم اون ماشینه اصلا نرسیده اونجا، همچین امکانی نداره، یه دوربینی گذاشتن توی صحراهای نوادا روز و شب عکس میگیره، این عکس ها برای ما میفرستن و گاهی وقتی اونجا یه دفعه خرس رد میشه، یه دفعه اونجا مار رد میشه. البته میدونید این کلمه دسیسه رو توی همه جا، حتی توی ماجرای سپتامبر 11 هم هست و بهترینش این که شما از منابع مختلف این آگاهیتون رو کسب کنید و خودتون تصمیم بگیرید که کدومش درسته یا نیست. مقاله آقای مینویی، یه مقاله ایشون نوشتن من براتون میخونم. آقای مینویی در تلویزیون مردم هم برنامه دارن، برنامه‌هاشون جالبه، بعضی وقتا تکراریه به دلیل اینکه آقای مینویی توی 3-4 تا تلویزیون و رادیو برنامه داره، یک، و از طرفی برای نشریات مختلف هم مقاله می‌نویسه، گاهی وقتی یا وقت کم میاره یا یادش میره چه چیزی رو کجا گفته و به قول معروف برنامه‌هاش تکراری میشه، ولی باز تکرارش هم خودش دلیل خوبی درش داره و جالبه. میگه شما اگر مسلمان باشید روزی 17 بار یه چیزی رو تکرار میکنید، حالا منم مثلا یه برنامه‌ای رو یه جمله‌ای رو تکرار کرده باشم. امروز 2 تا مقاله برای من فرستادن و اون بالا هم پرویز مینویی رو این هر کسی براشون تایپ کرده، سیستمشون اشکال داشته، من نوشته پرویز مینویی. رهایی از حقارت. در یک فیلم سینمایی قدیمی نشان داده می شد که یک مأمور بریتانیایی با تعداد معدودی سرباز اسکاتلندی، بذارید من اینجا اینو بنویسم برای ایشون بفرستم که این اشتباه هست، اسمشون اشتباه، آخرش هم ایمیلشون اشتباه نوشتن، اون کسی که تایپ کرده برای ایمیل آدرس www گذاشته که اینم دیگه اشتباه، اینجا میگن تایپ و تو ایرانی میگفتیم اشتباه لپی. بله، رهایی از حقارت. در یک فیلم سینمایی قدیمی نشان داده میشد که یک مأمور بریتانیایی با تعداد معدودی سرباز اسکاتلندی منطقه بزرگی از هندوستان را به سود دولت بریتانیا اداره میکند و یک فرد میهن پرست محلی عده‌ای از هندی‌ها را مسلح میکند تا مأمور بریتانیایی و سربازان او را از سرزمین خود بیرون کنند. ولی هندی‌ها این بر این باورند به کسی که چیزی به پا نداشته باشد، یعنی شورت پاش نباشه، کونپتی باشه، نمیتوان شلیک کرد و مأمور بریتانیایی از این باور خبر داشت. هنگامی که هندی‌های مسلح کاملا نزدیک میشوند و آماده شلیک میشوند، سربازان اسکاتلندی دامنهای خود را بالا میزنند و پیدا میشه که چیزی پاشون نیست و هندی‌ها فرار میکنند و لذا آن انسان هندی میهن پرست اگر بارها و بارها قوای برای حمله فراهم کند با آن باور غلط هیچگاه پیروز نمی شود. ما ایرانیان هم باورهای غلطی
پیدا کرده ایم که به آن باورها بارها و بارها شکست خوردیم و اگر باورهای من را عوض نکنیم در آینده هم بارها شکست خواهیم خورد. حالا شما اینو داشته باشید، این مقاله چون دو صفحه هست اگه خواستید من براتون میفرستم بعد از برنامه خودم روی فیسبوک، دوتا لینکش رو میذارم یا حداقل اینه که خوندم میذارم، اون یکی دیگه چون جواب یه نفر رو دادن که توی نشریه بیداری هست اونو ما کاری نداریم. ببینید همین آقای مینویی که اینجا اینو میگه، من وقتی باهاشون تماس میگیرم میگم آقای مینویی خب شما که داری میبینی این آقای شاهین نژاد داره قصه کتاب شاهنامه رو با تاریخ قاطی میکنه و به بیننده های شما غالب میکنه، چرا صداتون در نمیاد؟ ایشون میخواد دیگه یه سری باورهایی هست که مردم دارن. خب آقای مینویی شما نمیتونی توی برنامه بگی خب حالا یه سری باورهای مردم دارن نباید به اون باورها دست زد، بعد توی نوشتتون بگید ما این باورها رو باید بشکنیم فرو بریزیم تا مردم بتونن پیروز بشن. تکلیفتون رو روشن کنید. خوشحال میشم که اگر آقای مینویی هم یک روزی بیان و در برنامه صحبت کنن. آقای مینویی من به این وسیله باش آشنا شدم که از من انتقاد کرد، اصلا یک طنزی نوشته بود. این کلمه طنز با مسخره فرق میکنه. مسخره کردن اشکالی نداره، شما از مسخره کردن یه نفر از یه نفر دیگه مثلا میفهمید بابا اون خیلی اثر گذاشته روی. سالها پیش میتونم بگم سال 2001 که من اصلا آقای مینویی رو نمیشناختم چون ایشون توی نشریه ها چی مینوشت و من توی تلویزیون بودم، اتفاقا اون روزم که داشت صحبت میکرد تعریف میکرد که نشریه بیداری زودتر از همه شماها، بعد حتی سوربی گفتن نه آقا نشریه بیداری 16 ساله سوربی 18 ساله توی رادیو تلویزیون ها داره کار میکنه. بماند حالا کی اول باشه کی دوم چه جایزه ای گذاشتن، آقا جایزه منو که 18 ساله بدید به آقای لشکری که 16 ساله. در هر صورت آقای مینویی برداشته بود یک مقاله ای نوشته بود، بعد چون من هر کسی که زنگ میزد اون موقع تماس میگرفت میگفتم من سوربی هستم بفرمایید تلویزیون مردم، ایشون برداشته بود نوشته بود که من صبحی هستم یه همچی چیزی، ولی قشنگ بود چیزی نتونسته بود ایراد بگیره و من زنگ زدم باشون ارتباط برقرار کردم تشکر کردم. اولین باریم که تلویزیون ایتو سال 2006 شروع کرد و به من گفت یه سری برنامه گذار میخوام، من آقای مینویی رو به تلویزیون ایتو معرفی کردم، چون اون موقع خودم تو تلویزیون مردم برنامه اینجوری نداشتم که بتونم از تگزاس و اینها هم چی کنم، و از اونجا شروع کردن. الان حدود 10 سال هست که ایشون از اون توی تلویزیون ها اومده، ولی برنامه هاشون الان به صورت یک نفره میان میشینن میگن یه سری مقاله هایی رو و همونجوری گفتم گاهی وقتی هم تکراری میشه. اگر ایشون مایل باشه برنامهش به صورت گفت و شنود باشه، و آقای یزدان خداوندلو بارها میگه من نمیخوام برنامه هم به اصطلاح مونولوگ باشه، یه طرفه باشه، دوست دارم که دیالوگ باشه، دیالوگ تو ایران میگفتیم یعنی دو طرفه باشه، شما بگی من بگم گفت و شنود، در صورت اونم صحبت میکنیم. صحبت های جناب روحانی در سازمان ملل عقب نشینی ایشان در برابر جناح راست حاکمیت میباشد که آمریکا را در سخنان هدف حمله قرار داده است. ممنونم. اینم دوستمون رضا نوشته. و اما یه دوستی ما داریم بارها هم ازش اسم بردیم و بهتون گفتم که این دوستمون هم اسم داداش منم هست، امروز برای ما یک ایمیلی فرستاد و ما ایرانیا واقعا برای من جالبه کارامونو از آخر به اول انجام میدیم. مصاحبه رو نگاه کنید، طرف سوال میکنه از یه نفر، بعد اونی که اونجا نشسته میگه خب من اول آخرین سوال شما رو پاسخ میدم. میدونید چرا؟ برای که وقتی اون داشته میپرسیده این ننوشته یک اسمت چیه، دو کجا هستی، سه امروز نهار چی میخوری، فقط اون سه یادش مونده، بعد میگه من آخرین سوال شما رو اول جواب میدم، برای که رو همین امروز شما نهار چی میخوری انقدر صحبت میکنه که اون طرف هم یک و دو یادش بره. ولی اگر من یه جایی قرار باشه مصاحبه کنم
پاسخگو باشم. ممنونم از سعید عزیز که اینا رو یاد من داده. من گاهی وقتی میرم توی این دانشگاه جورج میسن یونیورسیتی، یا آقای هست دیوید آمریکاییه، و توی اون کلاس انگلیسیش من رو میبره که از جای مختلف دنیا آمدیم برای دانش آموزاش صحبت کنیم. وقتی که من از سعید کمک گرفتم که آقا چجوری صحبت کنم، من معلم بودم، ولی معلمی بودم که میدونستم، کتاب داشتم، جزوه داشتم، رسم فنی، درس فنی، حساب فنی و اینو ریاضیات توضیح بدم برم، ولی الان که میرم یه دفعه یه نفر میخواد یه چیز سوال کنه، من باید چیکار کنم؟ گفت اولا هر قسمتی، هر صحبتی که میخوای بکنی سه قسمت داره. اول اونو باز میکنی، توضیح میدی، بعد الان نوشتمش یادم نیست درست، بعد اجازه میدیم اونا سوال جواب کنن، بعد به اصطلاح درباره سوالایی که اونا میکنن اگر واردی جواب بدی، اگه وارد نیستی میگی من اینو نمیدونم، میرم تحقیق میکنم، میام بهتون میدم. و به همشون هم خوبه که بگی که این سوالی که شما کردید سوال خیلی خوبی هست، و به اون چون دانشجو هم هست اجازه میدی که رشد کنه، بازم سوال کنه. ضمناً هر کی سوال میکنه آقا کاغذ قلم داشته باش بنویس که یادت نره، وقتی هم جواب بدی یکی یکی خط بزن. این دوست ما یه ایمیل فرستاد، یه فایلی رو با فایل تو سند فرستاده. اولا این فایل 12 مگابایت، شما احتیاج نبود از فایل تو سند استفاده کنید، تا 25 مگابایت میتونید با جیمیل و با ایمیل و اینها بفرست. این یک. بعد نوشته که حالا در یک ایمیل دیگری برای شما توضیح میدم، خدایش میگم. من گفتم خب حتما این یک ویدیویه. ایشون این همه ما میگیم بابا لازم نیست خودتون برنامه گذار باشید، ویدیویی هم اگه به نظرتون جالب میرسه، فکر کنید که رفتید یه مغازه، یه مجله، یه کتاب جالبی هست، دوتاشو میخرید، یکی برای خودتون، یکیشم برای داداشه. اینم همینه، شما این ویدیو رو میدی به ما، یه پولی هم میدی، یه هزینه کمی ما برای همه پخش میکنی، انگار شما خریدی براشون بردی. گفتیم خب حالا حتما در ویدیوی بعدی توضیح میده که آقای سوربی مثل اون که گفتم این نوار روحانی رو $30 داده پخش کنی، میگه که آقا من $50 $60 میدم این فیلم رو پخش کن. ولی من میگفتم خدایا این 12 مگابایت چه فیلمی میتونه باشه؟ صبر کردیم نامش بیاد. نامه دوم اومد، نوشت که لطفاً این اسناد سازمان جاسوسی آمریکا را که پس از 50 سال انتشار بیرونی یافته، چون وقتی انتشار یافته یعنی اومد دیگه دست مردم بیرونی شد، و چگونگی اتحاد لاتها و چاقوکشها و زنان فاحشه و آیت الله کاشانی و روحانیت و محمد رضا شاه بر علیه مصدق بزرگ را افشا می کند به صورت گسترده منتشر کنید. تازه میخواد به صورت گسترده، یعنی هم رو تلویزیون، هم رو وبسایت مردمریپورت.com، هم رو فیسبوک، هم رو ایمیل، به صورت گسترده. چشم. ماهیت شخص شاه و حکومتش با دیدن این سند، همه اینا رو هی خوندم، دوباره هم نوشته، دوباره دو خط، چهار خط که میاد پایین دوباره همین چهار خط نوشته، حالا یا دو بار کلیک کرده اینا. هر چی نگاه کردم هیچ جاش ندیدم که بعد بگه آقا آدرس تو بده، مثلا من یک کارت تبریک یا کارت تشکر برات بفرستم. یه آدرس برابرشم نوشتم، آدوستان نوشتم که امیدوارم ناراحت نشی، ولی من تو برنامه میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم. ببینید ما چند گروه بیننده داریم. یکی این آقا رضاست، از ایران نگاه میکنه، نه ما انتظاری ازش داریم، نه اون انتظاری از ما داره. ممنونش هم هستیم که نگاه میکنه. ولی یه عده هستن که برای من یه چیزایی رو میفرستن، من خب اینا رو مثل تهیه کننده برنامه ازش استفاده میکنم. ولی یه عده دوستان هستن که میان تماشا میکنن، ادعای دوستی هم میکنن، ولی توی این چند سال گذشته شما اگه بگی $1 الان بابا قهوه توی مکدونالد تبریق میکنه هر اندازه‌ای که میخوای $1، اگر بگی توی این چند سال $1 کمک کردن، حمایت کردن، نکردن. بابا من که به دشمنم نمیگم حمایت کن، به تو که ادعای دوستی میکنی میگم حمایت کن. خب عزیز دلم، به قول آقای مارمولک، حاج مارمولک، عزیز برادر،
شما به من این ویدیو رو فرستادی، من این ویدیو رو دانلود کنم. حالا اگه ویروس باهاش نیومده باشه، $1000 یک کامپیوتر اونو خراب کنه، وقتمو باید بذارم، ویدیوی شما رو بیارم بذارم، نشون بدم. آخه که چی؟ چجوری انتظار داری؟ اینو برای من توضیح بده. اگرم میخوای بگی آقا من پول ندارم، پناهجو هستم، پناهنده هستم، من باور ندارم. آقا پناهنده هستی؟ پناهجو هستی؟ من بودم، من دیدم که همون موقع، اون موقعی بود که واکمن اومده بود، با وجودی که پول نداشتیم مجبور بودیم از گوش و گلو خودمون بگیریم برای بچه‌مون یه واکمن 100 مارکی بخریم. اون موقع یورو نبود هنوز تو چیز. اینا رو، دروغا رو به من نگید. طلبکارتون نیستم. ولی آدم زورش میاد. آدم زورش میاد. اون دشمنه که زنگ میزنه میگه آقا حالا دیگه کارت به آفتاب فروشی افتاده، خب اون دشمنه. آخه شمایی که دوست من هستی، شمایی که ابراز محبت میکنی، ابراز ارادت میکنی، نمیشه که همش مفتخوری کنی. برادر جان اینو نشون بده، برادر جان اونو نشون بده، برادر جان اینو پخش کن، خیلی هم پخش کن. آخه درست نیست عزیز من. یه هفته $10، 10 یورو شما بفرست بیا. سالی یه بار این کار انجام بده. سال مسیحی ها که میشه، حالا میدونم ممکنه قهر کنی بری، ولی یه چیزی ازت بپرسم، قهر کردن شما، رفتنتون با بودنتون چه تفاوتی داره؟ هیچ. هیچ. بابا یه کاری کنید که بودنتون فرق کنه با نبودتون. من امروز برای یه نفر نوشتم آقا شما قرار بود که وقتی از مسافرت برگشتی برنامه بذارین ها، خدای نکرده بیمار نباشی، از من دلخور نباشی. این طرف بود و نبودش فرق داره. بله از لحاظ مالی هم هست، وقتی که بوده کمک کرده، رفته مسافرت، گفته برمیگردم، خب خرج سفر و اینها ما هم انتظار نداشتیم. ولی کجا داریم میریم ما؟ بعد تازه داریم فوش میدیم به شاه. چرا شاه مفتخور بود؟ شاه دوز بود. مگه ما نیستیم؟ مفتخوریمونه که به همه جا نشون میدیم. اگر دستمون برسه قول میدم دوزیمونم نشون میدیم. حالا شما میخوای ناراحت شو، میخوای برو بشین، بگو بابا سوربی راست میگه، من یه ساله، 6 ماهه، 2 ساله، 4 ساله دارم از برنامه این استفاده میکنم، استفاده نمیبرم، وقتم اقلا این تلف میکنه که اون توی ساعت به فکر بدهکاریام، به فکر بدبختیام نباشه، هر چی که اسمشه. این را به شدت نمیدونم به سرعت به فلان پخش کنید. آخه من نمیفهمم والا، ما دیگه کی هست؟ خب علی آقای شیرازی عزیز بالای ایمیلش نوشته خوشبختانه من 2 سال است با غذا آب گرم می نوشم. من قبلا این ایمیل ها رو براتون خوندم، حالا می خونم. اینایی که اهل چین هستن، حتی تو رستوراناشون شما می بینی وقتی میری اون خوراک، غذا، هر چی که میارن معمولا با چای میارن، حالا یا چای سبز یا چای سیاه یا چای هر چی، آب گرمه یا آبه به قول شیرازی ها ملوله یا به قول تهرونی ها لرمه. برعکس رستوران های آمریکایی سر این، ما شیرازی ها میگیم تنگ آبی، پارچ آبی رو یله میکنه توی لیوانت، اول هر چی یخه میریزه. یه دلیل چاقی آمریکایی ها اینه، چربی میخورن با آب سرد و یخ، ساندویچ میخوره، فرایز میخوره، دوتاش پر چربی، پر کالری، از اون برم یه قطعی اینقدی میدن دستش پر یخ، همیر میگیری زیر این نوشابه شکر و یخ. و ایشون درست میگه، اگر شما با اولا با خوراک میگن آب نخورید از همه بهتره، ولی اگر هم لازم شد آب بخورید میگن که آب گرم با معده خالی فلان. در صورت برای دوستان خود ارسال کنید تا کسانی را که دوستشان داریم از مرگ نجات دهیم. چشم. آب گرم با معده خالی. یکی از متخصصین قلب میگوید اگر هر کسی این نامه به دستش میرسد به کسانی که میشناسد، اینو متخصص قلب گفته که اگه این نامه به دستمون آقا توی شیراز اینجوری بود، احتمالاً تهران هم بود، پدرمون، پدر بزرگمون اینها، من متاسفانه شانس نداشتم هیچ کدوم از پدر بزرگامو ندیدم، یه دونه مادر بزرگامو دیدم، قبل از صبحونه آب گرم میخوردن، آب گرم و آب لیمو، و شاید این به همین دلیل بوده که این رگ‌ها و
روده و اینها که شب تا صبح هیچ خبری نبوده، چسبیده به هم، اول با این آب گرم باز می‌شده، آماده می‌شده برای خوراک. در صورت نوشته که درمان با آب گرم آمد. اتحاد بیماری‌های ژاپنی آخرین تجربه درمان با آب که نتایج 100% برای بیماری‌های زیر را دارد منتشر کرد. سردرد شدید، فشار خون، کمخونی، درد مفاصل، فلج، ضربان شدید یا تند قلب، سر، چربی، سرفه، التهاب، التهاب حلق، آسم، سل، التهاب شرائین و هر مرضی که به مجاری ادرار مربوط می شود، زیادی ترشح اسید و التهاب معده، کم اشتهایی و هر مرضی که به چشم و گوش و هنج خب قرمانه دارم، اینجوری که شما میگی بگو همه امراض با آب گرم دوا میشه. اینم آخه یک دیگه از بدبختی های ما. حالا راجع به همه امراض داریم صحبت میکنیم، اینها این آقای مایک که صاحب فیسبوک هست و 200 میلیون دلار چند هفته پیش گذاشته بود که یه ستلایتی بره بالا برای آفریقا و کشورهای بدبختی که دیکتاتورها نمیذارن اینترنت مردمشون داشته باشن، مثل کره شمالی، ایران خودمون و کشورهای دیگه، اینها دارای اینترنت بشن از ستلایت. حالا خب بله، از قبلش هم اون آقا استفاده کنه، نمیدونم هر چیزی که میخواد از لحاظ خصوصی و اینها مردم دو دستی تقدیمش کنن. این از بین رفت، آتیش گرفت، موقعی که داشت سوختگیری میکرد آتیش گرفت افتاد اینها، ولی اینها ناامید نمیشن. این بار اگه اشتباه نکنم یا گفت 3 میلیارد یا 1 میلیارد دلار گذاشته که برم دنبال این که همه امراض، نه فقط یک مرض عید، نه فقط یک مرض سرطان، نه فقط یک مرضی که پولداری یا یک هنرپیشه یه چیزی گرفته. در صورت ممنونم، اگر کسی هم میخواد این نوشته رو بفرستم، ولی اینجوری که این دوستون میگه شما همون یه لیوان آب نسبتا گرم صبح بخوری همه مریضیات خوب میشه. من فکر نمی کنم فلج رو این درمان کنه. خب اوباما فاوندیشن تو انویل دیتیل آف پرزیدنشال لایبرری. میدونید که توی آمریکا رسمه اینها وقتی که دوره ریاست جمهورشون تموم میشه میرن و اولین کاری که انجام میدن یک کتابخونه ای توی اون شهر و ایالت خودشون درست میکنن. آقای اوباما، این ترامپ احمق، فکر میکرد توی نمیدونم غنا و نمیدونم کانگو و یاد کجا نمیدونم کنیا دنیا آمده، ایشون تو هوایی دنیا آمده و حالا نمیدونم خودش رو تو هوایی میخواد کتابخونه درست کنه یا توی شیکاگو، چون توی شیکاگو زندگی کرده و اونجا بوده. در هر صورت به غیر از اینا میان یه چند تا این فاوندیشن، یعنی اون سازمان مجموعه، اینو درست میکنن که قسمتی از اون کتابخونه شون هست و همه پرزیدنت رئیس جمهور هم این کار کردن. جورج بوش اگه اشتباه نکنم تو تگزاس داره، کلینتون توی آرکانزاس و همینجور. در اصل نوشته که اوباما فاندیشن تو انویل دیتیل، یعنی حالا میخواد اون مشروع کار دیگه، میدونی دیگه تموم شد دورش و الان دیگه فکر کارهای بعدیشه. هم الان که ما صحبت میکنیم 4.5 میلیون دلار پول گرفته تا یه کتابی مثلا درباره زندگیش بنویسن. هم الان که صحبت میکنیم یه فیلمی ساختن راجع به اولین قرار راندوو، میگن اولین قرار ملاقاتش با خانمش، وقتی که اون محلش نمیذاشته، اون به اصرار بالاخره قانعش کرده بردتشو با هم بودن و اینها ساختن. و این فیلم ساختن ها اینا شروع پول هست و این چیزی که من و شما میگیم آقا این رئیس جمهوری 400 هزار دلار در سال در میاره، چرا اینها میان میلیون ها دلار خرج میکنن، جوابش اینه که بعد از رئیس جمهوری تازه افراد رو شناختن، رابطه ها رو حالا دیگه بلد شدن، حالا میشه شروع پول ساختن. 600 هزار دلار بگیرن از یه دانشگاه برن اونجا صحبت کنن، 1 میلیون دلار بگیرن از یه شرکتی برن اسمشون رو اونجا بذارن و الی آخر. یه دوستی برای ما آلبوم دیده نشده‌ای از عکس‌های محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران فرستاده. اسم وبسایتم فکر کنم فرارو هست. اجازه بدید من این صفحه رو براتون تنظیم کنم، اینا رو هم با هم ببینیم. و یک بار دیگه میگم شما اگر
برنامه میخوام داشته باشید در تلویزیون مردم میتونید داشته باشید، یا اگر نوشته‌ای یا وبسایتی یا ویدیویی یا آدیویی به نظرتون خوب میاد و مایل هستید اینو به دوستان دیگه‌تونم یا ایرانی‌ها و هموطناتون نشون بدید، اونو برای ما بفرستید با یه مبلغ خیلی کم، بعضی وقتا حتی 10 دلار براتون میذاریم این ور اون ور. بله گفت چی؟ گفت این تلویزیون مردم مثل عکاسی میمونه. طرف عکاسه نوشته بود که هر که پولی داد ما عکسی انداختیم، از شما دادن از ما انداختن. فرارو نوشت تعدادی از عکس‌های آرشیو خبرگزاری آلمان که مربوط به دوران سلطنت محمد رضا پهلوی است به تازگی منتشر شده است. به گزارش سرویس عکس و تاریخ فرارو، آلبومی دیده نشده از دوران سلطنت محمد رضا پهلوی، این اولیش محمد رضا پهلوی نفر سمت راست در لباس پیشاهنگی، تاریخ 1937، بعد اون دومیش که یک کاغذ سفید دستشه، مراسم ادای سوگند و جانشینی محمد رضا پهلوی پس از کنارگیری رضا شاه از مقام سلطنت، تاریخ 16 سپتامبر 1941 میلادی اگه شما نکنید، بازدید محمد رضا شاه و فوزی همسر اول او از پایگاه نظامی آمریکاییان در ایران که وظیفه کمک رسانی به اتحاد جماهیر شوروی را در جنگ دوم جهانی بر عهده داشت 1944، ملاقات دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران و محمد رضا شاه پهلوی و اینجا هم سفر پادشاه عربستان سعودی به ایران، بازدید شاه و پادشاه عربستان سعودی از مانور ارتش در روز 18 آگست سال 1955، سفر شاه به عربستان سعودی، گفتگوی پادشاه عربستان و محمد رضا پهلوی در مقابل خبرنگاران رادیو، تاریخ 18 مارس 1957 میلادی، استقبال محمد رضا شاه آخرین پادشاه دوران پهلوی از پادشاه عربستان سعودی در فرودگاه تهران 19 آگست 1955، محمد رضا پهلوی در حین تمرین تیراندازی، عکاس تونی واکارو، تاریخ آپریل 1954 میلادی، سریا اسفندیاری بختیاری همسر دوم محمد رضا پهلوی سوار بر اسب، این عکس 3 روز بعد از جشن تولد 25 سالگی سریا در روز 25 ماه ژوئن 1956 میلادی برداشته شده. سریا و محمد رضا پهلوی در سال 1958 از هم جدا شده. 1958 سفر محمد رضا پهلوی به چکسلواکی، بازدید از کارخانه هواپیماسازی به همراه آنتونیان نوینتنی رئیس جمهور وقت چکسلواکی، تاریخ 23 ماه 1967 میلادی، گفتگوی خصوصی محمد رضا پهلوی و کانراد آدناور صدر اعظم وقت آلمان در حاشیه مراسم پذیرایی تئودور هویس یا هویس رئیس جمهور آلمان از محمد رضا پهلوی. سریا در کاخ گوتسبرگ یا گودسبرگ شهر بون، پایتخت سابق جمهوری فدرال آلمان، راستی حالا پایتخت آلمان مگه بون نیست؟ نفر وسط والتر هالشتاین وزیر مشاور صدر اعظم آلمان، تاریخ 27 فوریه 1955 میلادی، سفر محمد رضا شاه و سریا اسفندیاری همسر دوم او به بریتانیا از راست ملکه الیزابت، محمد رضا شاه، سریا اسفندیاری و پسر و پرنس فیلیپ همسر ملکه الیزابت، کودکان پرنس چارلز ولیعهد انگلیس و پرنس آنه، تاریخ 18 فوریه 1955. محمد رضا پهلوی شاه ایران و سریا اسفندیاری همسر دوم او در شهر هامبورگ آلمان، سفر با قطار به سوی شهر بون، پایتخت سابق جمهوری فدرال آلمان و فرح دیبا در پیست اسکی سنت موریس سال 1970. بعد تعطیلات زمستانی محمد رضا شاه، فرح دیبا و لیلا پهلوی در پیست اسکی گرینویل سال 1968. بهتون گفتم دلیلی که شاه میرفته سوئیس اینه که یکی از اونهایی که دستن در کار بوده و اینا، گفته ایشون اطمینان نمیکرده توی کوههای ایران بره و میترسیده که یک کسی به اصطلاح ترورش کنه. حتی اگر دقت کنید
سفر ایرانیان به سوئیس به خاطر که این میرفته اونجا یک ماه یا دو هفته مثل کشورهای دیگه آزاد نبوده و باید از سفارت سوئیس ویزا میگرفتین. سفارت سوئیس هم قبل از اینکه به شما ویزا بده با ساواک به اصطلاح کنترل میکرده. بعدن اینجا خانم فرح پهلوی سیگارشو یکی دیگه روشن میکنه، یه عکسی هم چند مدت پیش بود که شاه سیگار یک خانم هنرپیشه ای رو داشت روشن میکرد و اینها. بالاخره در کار سیاست و سلطنت و آدم های معروف گاهی وقتی سیگار همدیگر هم روشن میکنه. محمد رضا پهلوی فرح دیبا در مراسم افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی اینسبرگ تاریخ 29 ژانویه، سفر 9 روزه محمد رضا پهلوی و فرح دیبا با آلمان بر روی کشتی MS Miner یا ماینز بر روی رودخانه راین سال 1967 و آخرین عکس هم مربوط میشه به سفر محمد رضا پهلوی و فرح دیبا به آلمان، امضای دفتر طلایی برلین در شهرداری شونبرگ در حضور هاینریش آلبرت شهردار وقت برلین تاریخ 2 ژوئن سال 1967 میلادی. این عکس ها هم شما میتونید روی اینترنت پیدا کنید. اگه مشکلی داشتید تا یکی دو روز آینده برای من ایمیل بفرستید، براتون ارسال خواهم کرد و ببینم براتون دیگه چی گذاشتم. بی بی سی چه خبره؟ آهان، یک مأمور پلیس در آمریکا به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گرفت. من یه بار یه برنامه گذاشتم راجع به این که دوستان برابری زن و مرد قبول، ولی آیا شما اینقدر واقعا اینقدر برابری و اینها رو میخواین که حاضرید اگر توی یک آپارتمانی توی طبقه دوم یا سوم هستید و آتش گرفته اون آپارتمان، حالا یک مأمور آتش نشانی باید از نردبان ماشین آتش نشانی بالا بیاد و شما را از پنجره بکشه بیرون، شما ترجیح میدید این یک مردی باشه که زورش برسه شما را بکشه بیرون از توی اون، شمایی که بیحال هستید شما را بندازه روی دوشش بیاره پایین، یا یک خانمی باشه برای اینکه شهرداری اون شهر، اداره آتش نشانی اون شهر نتونستن بگن خانم تو نمیتونی آتش نشانی باشی، مأمور باشی، اونو قبول کردن. گفتم من اینجا دیگه خیلی کاری به مساوات زن و مردان ندارم، دلم میخواد اون یا آقایی باشه که قدرت داشته باشه من رو بکشی بیرون. حالا میرسیم به پلیس، اون آتش نشان. شما دوست دارید پلیسی که به شما توقف میده، شما رو استاپ میکنه، یک خانمی باشه که شما اگه میخواین گواهینامه‌تو نشون بدین این بترسه شلیک کنه شما رو، یا یه آقایی باشه اصلا عین خیالش نباشه، صد تا از این چیزها رو دیده باشه از شما هم نترسه. حالا این یه قسمتش. قسمت سوم، شما ترجیح میدید تو بیمارستان که میرید یک آدم بیغولهی مردی مثل سوربی پرستارتون باشه، یا یک خانمی احتمالاً صورت اینجوری بشاش و خندانی هم مثل این بیچاره که الان تو زندانه، این زنه، این پلیسه، این الان توی زندانه، یعنی ایشون این آقا رو نگه داشته و از ترس شلیک کرده اینو کشته. اون آقایه میگن کار غیرقانونی انجام نداده، مسلح نبوده، اسلحه نداشته. بعد میگه که حالا شما ببینید، این واقعا اینجا کلمه کاتاستروفی یعنی فاجعه نیست، این فاجعه نیست که یه نفر شهروند آمریکا مرده باشه، خانواده و چندین نفر عزادار، یه بیچاره دیگه هم پلیس توی زندان باشه، حالا حتی اگر با وثیقه و نمیدونم ضمانت و اینهام آزاد باشه، خب بالاخره خانواده اینا هم الان مشکل دارن، ناراحتی دارن، پول بده وکیل بگیر، اینا بعضی هاشون تا یه اتفاق پیش میفته اول خانوادهشون از هم به اصطلاح میپاشه، خونه تو برو بفروش وکیل بگیر و این ماجرا. خب اینا همش از کجا میاد؟ از اینکه ما دیگه بعضی وقتا هی میخوایم خیلی لیبرال باشیم، خیلی آزادی خواه باشیم، خیلی از برابری صحبت کنیم. نخه، اگه برابری اینه
نه خدا، نه فیزیک، نه طبیعت زن و مرد رو برابر نیافریده، امکانش هم نیست. من هیچ وقت نمیتونم اون مهر و محبت و علاقهی که پرستارای زن دارن داشته باشم، تا حالا توی مردا ندیدم. شما نظرتون چیه؟ اینا چیزایی که من دربارش صحبت میکنم. به قول آقای چیز لازم هم نیست کلاس رفته باشی برش. آقای نادری نژاد، شما توی مهمونی که میری وقتی صحبت میکنی، اگه گفتی آقا به نظر من ترجیح میدم که اگه خونم آتیش گرفته و الان نیم ساعت دارم دود میخورم، دو دقیقه دیگه ممکنه قش کنم، بیحال بشم، وقتی این دریچه رو میزنم بالا و میشکنم یا فایر دیپارتمنت میاد میشکنه، نمیخوام یه خانم 120 پوندی، 120 پوند یعنی 50 کیلویی، 50 کیلویی، اصلا من 100 کیلویی رو حالت معمولی هم نمیتونه بکشه. حالا دیگه من بیحالم شدم، وقتم شدم، هیچ کار خود کنه، تازه خیلی بتونه کمک کنه منو بکشه بنداز از اون بالا پایین. یعنی اگه آتش نتونست منو بکشه، اگه دود نتونست منو خفه کنه، این خانم تنها کمک که من کرده، من از اون بالا انداخته پایین، حالا اگه گردنم نشکنه دست پا حالا میشکنه. من ترجیح میدم یه آدم گردن کلفت 300 پوندی قوی بگیره قشنگ منو بنداز رو شونش اینجوری بیاره پایین. بیان صحبت کن. این دیگه جایی نیست که شما توی مهمونیه به اون طرف میگه آره ببین صوفی جان شما در رشته فنون آتش نشانی لیسانس داری؟ آره، همونجوری که شما در رشته پشکل و بمب اتم لیسانس گرفتی و دکترا گرفتی، منم در این رشته ها لیسانس دارم. چی میگیم بخون؟ یه روز خواستیم یه آگهی پخش کنیم، یک آفتابهی بفروشیم، سیستممون از کار افتاد. خب میدونید که یک خانمی توی کانادا شده وزیر و دوستان افغانی هم مثل ما، اونا هم دیگه عقب افتاده هستن، خیلی سر صدا کردن که یک افغانی به وزارت رسیده و اینها. بعد معلوم شد آقا این افغانی، این خانم اصلا تو هرات دنیا نیومده، بلکه تو یک بیمارستانی در مشهد دنیا اومده. البته میدونید این ماجرای افغانستان و مشهد و زاهدان و کرمان و این قسمتی که اونا هستن با ما، اون پاکستان، اینا هممون یکی هستیم. کی حالا خط گذاشته گفته تو پاتو بذاری این ور خط میشی افغانی، بیای این ور خط میشی ترکمن، نمیدونم مال ایرانی. در صورت وزیر زن کانادایی مشهدی از آب در آمد. به گزارش انتخاب، بله، گلوب اند میل دریافته بود که خانم منصف برخلاف آنچه گفته میشد که او زاده شهر هرات در افغانستان است، در ایران به دنیا آمده است. مریم منصف میگوید پس از شنیدن این موضوع از مادرش در این باره پرسیده و مادرش هفته گذشته تایید کرده که او در بیمارستان امام رضای مشهد به دنیا آمده است. وزیر نهادهای دموکراتیک در کابینه آقای ترودو و نماینده لیبرال پیتر یورو در پارلمان کانادا در بیانیه خود گفته است در برابر همه آنچه کانادا به او داده احساس مسئولیت می کند که پاسخگوی مردم باشد و این موضوع را برای آنان شفاف کند. خب خیلی هم ممنون، متشکرم. اینو شهرام فرستاده. و اما یه دوستی برای من یک چیزی فرستاده بود، یک ویدیوی فرستاده بود که یک آقایی داشت نماز میخوند. آقا هم نسبتا جوان بود، بچهش هم مثلا یه سال و نیم، دو سال، شاید دو سال و نیم، سه سالش بود. این بچه سرشون باباش بود. بعد این وقتی میومد پایین و اینها، این بچه هم با یه حالت خاصی تعادل خودش رعایت میکرد که توی رکوع نیفته، وقتی هم میومد رو سجده همینجور، و این بلند میشد و یه بارم اومد پایین، بعد دوباره وایساد باباش که اومد سرش گذاشت رو زمین سوار شد و اینها. من اینه که نگاه کردم، خب آدم واقعا نمیدونه بخنده یا عصبانی بشه. من یه عکسایی دارم اینجا، مثلا یک عکس خنده است از ته دل، طرف افتاده رو زمین مثل این سعید گاهی وقتی می‌نیسه، من افتادم روی زمین و دارم می‌غلطم از خنده. یک عکسی دارم که نوشته که من این، حالا اینو که دیدم نمیدونم گریه کنم یا بخندم. برای دوستمون اینو فرستادم، دوستم نوشت چرا شما نوشتی که نمیدونم بخندم یا گریه کنم. میگم بابا این احساسی که به من دست داده،
من که برای هر احساسی که دارم توضیح نباید داشته باشم. احساس یه چیزیه که منطق سرش نمیشه. دلیلش هم بهتون میگم، شما یه فیلمی میبینید که خیلی خوشحال میشید اشک میریزید، یه فیلمی هم میبینید خیلی غمگین میشید اشک میریزید. من حالا از شما سوال میکنم، شما که اینو دیدید چه احساسی بهتون دست داد؟ خندیدید؟ من میخندم که خب یه چیز خنده آوریه، گریه میکنم که اگه این مرد واقعا به نماز درست باور داشت باید نمازش رو ول میکرد به بچهش میرسی، بعدا سر موقع قشنگ میرم نماز بخونم، وقتی که خانمش بچه رو داره نگه میدارم میرم نماز. یعنی این نه بچه داری رو درست انجام داد نه نمازش رو درست انجام داد، دو تا کار غلط. آمریکایی‌ها میگن دو تا کار غلط که درست نمیشه، که داریم تو ریاضی دو تا منفی، منفی در منفی مثبت میشه، ولی همیشه دو تا منفی مثبت نمیشه. شما منهای 3 رو به اضافه منهای 2 کنی میشه منهای 5، ولی منهای 3 رو ضرب در منهای 2 کنی میشه علاوه 5. ریاضی هم درستون بدم ببینم کیه. دوباره سلام، سلام بر شما، نمیدونم شما کی هستی، نوشته الی، الی جون. خب نیمه شبی بود خسته خانه آمد، جملات ایرانی هم نمیدونم. نیمه شبی بود خسته خانه آمد، لیلا همسرش گفت بود به دلیل، دوستان فکر نکنید من، ما اولی که بچه هامون اینجوری فارسی رو حرف میزدن اینها میگفتیم که اینا مثل افغانی ها صحبت میکنن، حالا افغانی ها درست صحبت میکنن یا ما درست صحبت میکنیم اون دیگه بحثی جداست، اون برمیگرده به فارسی درست و دری و فلان اینا بمانه. بذارید ببینیم چی شد، این دوستان فیسبوکی قطع شدن، اجازه بدید بله فیسبوک رو من دوباره راه بندازم. این دوستمون تا آمد گفت منم، گفت دوباره سلام قطع شد. میدونید که فیسبوک اولی که آمد 90 دقیقه اجازه میداد، بعد گذاشت 2 ساعت، حالا دوباره مثل که باز اطفال میریزه رو 90 دقیقه قطع میکنه. خب در ساعت نوشته که نیمه شبی بود، من میخوام از رو نوشته بخونیم با هم ببینیم دوستان. نیمه شبی بود خسته خانه آمد، لیلا همسرش گفت بود به دلیل خستگی از تشریفات در همه بخش‌های زندگی خواهان جدایی است. اشک در چشمانش حلقه بست و سکوت کرد. این جمله ها من فکر کنم به هم ریخته، ولی خلاصش اینه که طرف آمد منزل، لیلا خانم همسرش بود، به همسرش گفت که به دلیل خستگی از تشریفات در همه بخش‌های زندگی خواهان جدایی است. دو تا چمدان کتاب و یک چمدان لباسهایش را بست و به دفتر نخست وزیری نقل مکان کرد. اتاقی از دفتر نخست وزیری را تا مدتی مسکن خود قرار داد. روزی محمد رضا شاه با او تماس گرفت و پرسید چه شده که پس از لیلا دفتر نخست وزیری را خانه کرده ای؟ پاسخ داد خانه من را لیلا پیش از عروسی خریده بود، در واقع من در خانه او زندگی می کردم و اگر به خانه مادرم هم بروم از جدایی ما سخت آزرده خواهد شد. پس از آن بود که شاه فهمید نخست وزیر خانه ای از خود ندارد، دستور داد زود یکی از کاخها را خریداری و از آن به بعد آنجا را سرای نخست وزیری کردند. او کسی نبود جز امیر عباس هویدا، نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی، برگرفته از کتاب معمای هویدا نوشته دکتر عباس میلانی، کمونیست سابق و از مخالفان حکومت پهلوی. آری این بود بالاترین مقام اجرایی کشور در حکومت دزد و فاسد پهلوی. چه خوب شد که ملت بسیار آگاه ایران انقلاب کردند و انسانهای شریف و درستکار را به جای آن فاسدان دوران پهلوی بر سر کار گذاشتند. خب دوستان حالا اینو داشته باشید، من آقای هویدا رو که میدونید زمان انقلاب اعدام کردن، خیلی هم کار غلط و بی خودی بود. برادر ایشون تو همین خیابون و تو همین محله زندگی میکرد. دو بار من تلفنی با فریدون هویدا صحبت کردم، مریض حال بود و نمیتونست مصاحبه انجام بده، ولی دوبار با هم صحبت کرد. یکیش درباره این صحبت کرد که شاه بهش گفته بود که، گفت سفر آخری که رفتم ایران بهم گفته بود ببین اگه میشه منم مثل فرانکو پادشاه اسپانیا بگم آقا نخواستین
بیان مردم رفراندوم نظرخواهی انجام بدیم. آقای رضا پهلوی، رفراندوم کسی میکنه که تو قدرته، نه رفراندوم کسی میکنه که تو قدرته بگی میخوان یکی دیگه بیاد یا نه، یا کسی که مثل شما قدرت نداره بمانه. بعد فریدون هویدا میاد اینجا، سه روز بعد شاه بهش زنگ میزنه میگه چی شد، قرار شد تو صحبت کنی با این اینا ببینی چی میشه؟ میگه دیگه قربان خیلی دیر شده. در این مورد برام توضیح داد اینا. یه بار دیگه هم گفت که من از دو تا حکومت به اصطلاح گله‌مندم و شکایت دارم و هیچ کدومشون به من پاسخ ندادن. یکی حکومت پهلوی که برادر منو دست بسته داد تحویل آخوندا، یکی حکومت آخوندا که برادرش رو همون آقای امیرعباس هویدا رو به اصطلاح به چه جرمی کشتی، و اینا هیچ کدومشون جوابگو نبودن. یعنی دوستان نگاه کنید، شاه و شیخ مرامشون یکی، جوابگو نیستن، مسئول نیستن. اینا رو تحویل داد که خودش در بره. حالا اینی که آقای دکتر میلانی، من یکی دو بار از میلانی خواستم بیاد مصاحبه، میدونست که من مثل آقای مهری هم مرام و هم سنفش نیستم و اگه بیاد اینجا اولین سوالی که میکنم آقا چجوری شد که شما رو یه دفعه توی این همه زندانی بردن تو دفتر مخصوص، حالا آقای ثابتی یا یکی دیگه ازت پرسید قهوه میخوری یا شکلات میخوری، بعد شما گفتید اگه بشه همسرم رو ببینم، همسری هم که بعد طلاقش داد. حالا هم برای که دوستان شاه اللهی کتاباتونو بخرن وایسادید این چیزها رو می‌نویسید. اولا آقای هویدا تو خانواده‌ای که باباش مثل که سفیری بوده و چیزی بوده و اینها، می‌دونید اینها و فامیل سرداری و اینها همه‌شون تو کارهای سفارت و نمی‌دونم وزارت و اینها بودن، بعد این اصلا بزرگ شده فرانسه و لبنان و اینها بود، می‌دونید فرانسوی رو بهتر از فارسی صحبت می‌کرده، آمد شد نخست وزیر، بعد خونه نداشت، شما بهش خونه دادی. آقا مگه نخست وزیر حقوق نداشت؟ حالا درسته که ما ملت بدبختی بودیم، نمیفهمیدیم شاه حقوق چقدره، نمیفهمیدیم نخست وزیر حقوق چقدره. مگه نخست وزیر حقوق نداشت؟ با حقوقش میرم یه خونه اجاره میکرد. اینا هم نشون میده آقا مفتخوریه. تو اگر قراره تو نخست وزیری اتاقی داشته باشی، خب داری، اومدی زوی زندگی میکنی. اگه قراره اتاقی نداشته باشی، اتفاقا کار غیر قانونی انجام دادی. شما اومدی تو نخست وزیری رفتی تو اتاق معمولی، تو اتاق دفتر به عنوان زندگی، همه چیش خراب بوده. حالا اینا میخوان از این خرابی ها یه بگیرن، بگن نگاه کن چقدر خوب بودیم ما. آقا شما اصلا خوبان دنیا بودید، بیاین بشینید اینجا و من بگید پس اگر خوبان دنیا بودید بعد از 57 سال چرا اینجوری شد؟ بیاین بگید. حتما اولین حرفتون مثل آقای سعیدی اینی که مردم لیاقت نداشتن. خب اگه مردم لیاقت نداشتن، آیا توی این 37 سالی که حالا با آخوندها هستن این مردم لایق شدن؟ تازه حالا لیاقت شما رو پیدا کردن؟ حالا این بار که شما میخواین برین چی کار میخواین بکنید؟ دوباره حالا مردمی که لایق شدن میخواین بعد از 50 سال دیگه بی لیاقتشون کنید؟ چون شما که نشون دادید 35 میلیون ایرانی رو نتونستید لایق بار بیارید. طبق گفته خودتون ما داریم میگیم بابا جون، خانم جون، آقا جون، این غلطه. حالا شما دلتو خوش کن یه تابلوی گذاشتن توی هایوی 405 نوشته پرژن سکویر اینجاست. بهتون گفتم این تو فیلم ساینفیلد این آقای کرمر یه هایوی رو چیز کرده بود و با مردم دعوا میکرد، میگفت چرا آشغال میزین و اینا، اونم خیلی جدی گرفته بود مثل شما. در صورت دوستان عزیز ساعت 3:39 است، اون فیلمه 17 دقیقه با 43 میشه 60. من 2-3 دقیقه دیگه با شما خواهم بود، بعدش اون 17 دقیقه نوار آقای روحانی رو که دیروز در سازمان ملل صحبت کرده پخش میکنم. باز یکی دیگه از دروغای آقای حسن دایی این بود، میگفت که قبلا میدیدید چقدر خبرنگارا دنبال اینا بودن، الان شما با مشکل بتونی صحبتای روحانی رو توی اینتر آقای چرف مزخرف میزنی، چه به فارسی به سخنان روحانی در سازمان ملل، چه به انگلیسی به مثلا 2016 UN General Assembly حسن روحانی یا ایران پرزیدنت میاد بیرون. چرا دروغ میگی؟
اون وقت اون آقای کاردان هم میشینه دروغ شما رو گوش میده، جو که بیمزه که نمیدونم چرا خانم فلانی جوراب نپوشید. خب اینا رادیو تلویزیون ما هستن، بنده خدا بی خود نیه آقای نادری نژاد یقهشونو میگیره. من به خودم حق میدم که یقه نادری نژاد رو بگیرم. خلاصه ماجرای یقه گرفتن همه جا ادامه داره. اینم قشنگه برای همدیگه یکم بخونیم، باز به هم دلخوشی بدیم که بابا اگه این سوربی مثل خار پشته، وقتی میریم نزدیکش خاراش میشینه تو بدنمون. یه حسنی هم داره. حسنش چیه؟ میگه در عصر یخبندان بسیاری از جانوران یخ زدند و مردند. خار پشت ها که سختی دوران را دریافته بودند تصمیم گرفتند تا با نزدیکی به هم خود را حفظ کنند. وقتی به هم نزدیک میشدند گرم میشدند، ولی خارهایشان زخمیشان میکرد و عذابشان میداد و وقتی از هم دور میشدند از سرما یخ میزدند و میمردند. به ناچار مجبور بودند انتخاب کنند، یا خارهای دوستان رو تحمل کنند یا در تنهایی یخ بزنند و نسلشان نابود شود. بهتر دانستند که جمع شوند و گرد هم بیایند. آموختند با زخم‌های کوچک نزدیکان زندگی کنند، چون گرمای وجودشان ارجمندتر است یا بود. این گونه بود که توانستند زنده بمانند. بهترین رابطه آن نیست که اشخاص بی عیب و نقص گرد هم بیایند، بلکه آن است که هر کس بیاموزد خوبی های دیگران را ببیند و یا بدیهایش را با بدیهایش کنار بیاید. ممنونم. اینم باز جزو همین نصیحت هایی هست که از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل، از طریق نوارهای مختلف روزانه بین 5 تا 10 تا 20 تا رو میبینیم. ولی آخر شب از خودمون سوال کنیم که به این نوشته ها، به این ویدیوها، به این پند و اندرز ها گوش دادیم، عمل کردیم یا نکردیم. اینم از این. ساعت 3:42 است. من همینجا از شما دوستان خداحافظی میکنم. برای دوستان فیسبوکی هم اون این به اصطلاح لینک صحبتای روحانی رو زیر این فیسبوک قرار میدم، خودتونم میتونید پیداش کنید. ولی برای دوستانی که از مردم‌تیوی.com ما رو میبینن اون رو میتونن ببینن. اصلا نمیدونم گذاشتمش اینجا یا نه. بله متاسفانه نگذاشتم، ولی براتون نشون میدم. یک لحظه از همینجا دیگه هستون خداحافظی کنم. آخر هفته خوبی داشته باشید.